بله، ما امروز یه غذایی داریم که مال کشور روسیه هستش. بله. رولت مرغ روسی. خب لطف کنین دوستان مواد اولیه رو میخورم، اگه دوست داشتین یادداشت کنین. سینه یه مرغ نصف یک عدد، برنج پخته شده یک پیمانه، لوبیا سبز 6 الی 7 عدد، کشمش پلویی 2 قاشق سوپ‌خوری، آب لبو یا همون چغندر پخته 2 قاشق سوپ‌خوری، پیاز خرد شده 1 عدد، نمک، فلفل و روغن به مقدار کافی. خب ابتدا هم بگم که بهتر هستش از یک مرغی استفاده کنید، در واقع سینه مرغ باشه، مرغتون درشت باشه. برای اینکه لازم هستش این نصف سینه مرغ رو بعد از اینکه کاملا استخون‌هاشو خارج کردین از وسط ما یک لایه نصفش میکنیم. منتها اینجا باز دقت کنید که از اون قسمتی که در واقع بلندتر هستش، چون این سینه مرغ وقتی دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدیم حالت یک قلب رو به خودش میگیره، این قسمتش که کوتاه‌تر هستش رو سمت راستتون، یا به هر حال اگه راست دست هستیم و کار رو معمولا سمت راست میگیریم بذارین، و قسمت بلندترش رو سمت چپتون. ما میخوایم از این قسمت شروع کنیم به برش دادن سینه مرغ به شکل افقی و یک لایه در واقع ازش جدا کنیم. چاقو رو بذاریم داخل و یه مقداری به داخل بیاییم. خب به این شکل سینه مرغ کاملا باز میشه. حالا این سینه مرغ رو باید بین 2 تا نایلون قرار بدیم به این شکل. وقتی داریم برش میدین احتیاط کنین یه موقع کاملا قطعش نکنین. وقتی بین 2 تا نایلون گذاشتیم، حالا سینه مرغ رو با بیفتک کوب بکوبین. یک طرفش در واقع برآمدگی و برجستگی های درشت‌تر داره، یک قسمتش ریزتر. اگر که خواستین در واقع این سینه مرغتون خیلی بازتر بشه، از اون قسمتی که درشت‌تر هستش بزنید، و اگر خواستین که ریزتر و در واقع قطرش کمتر باشه، قطرش بیشتر باشه، از این قسمت ریز استفاده کنید. ببخشید یه موقع سر صدا دارم. یگانه عزیز، عذرخواهی میکنم دوستی از شما پرسیدن جانتون سلامت که این مقدار مواد اولیه برای چند نفر مناسبه؟ برای دو نفر. و بعد گفتن آب لبو امکان حذفش هست یا جایگزینی؟ بله قطعا، هم میتونن به جای لوبیا سبز از هویج استفاده کنن، هم میتونن از زعفرون دم شده استفاده کنن به جای آب لبو. متشکرم. من اینا رو گذاشته بودم در خلال کار بگم، ولی چه خوب سوالایی که میکنن، خیلی دقیقاً. خدا رو شکر. نایلون رویی رو برمی‌دارم، من عمدن زیاد نازکش نکردم، الان می‌بینین اگر زیاد نازک بکنین این گوش رو، بعدا موقع رول کردنش دچار مشکل میشین. حالا موقعش هستش که ما بهش نمک و فلفل بپاشیم. نمکی که من دارم استفاده میکنم سی سالت یا همون نمک دریاه، نمکی هستش که شوری خیلی زیادی نداره و ارزش غذایی بالا. دقیقاً. فلفل هم بهتر هستش، فلفل نیم کوب استفاده بکنن، عطر خیلی بهتری داره، بعدن هم که زیر دندون میاد خیلی خوشایندتر. خب این تا اینجای کار. حالا برنجی که داریم بهتر هستش برنج گرده یا برنج نیم دونه باشه. برنجای برنج هاشمی، برنج دودی یا برنج در واقع خارجی، اینا بهتر هستش که استفاده نشه. خب حالا آب لبو، کشمش و لوبیا سبز رو بهش اضافه میکنیم. و دوستی دوباره از شما پرسیدن جایگزین لوبیا سبز که فرمودید هویج پخته دیگه. هویج پخته بعد. مواد رو کاملا با هم دیگه مخلوط کنیم.
خوش رنگ شد به خاطر آب بله. لبو؟ به خاطر رنگی که داره، من رنگ سبز رو در نظر گرفتم. الان اگه هویج میمدین تو، نارنجی و قرمز زیاد خودشون نشون نمیده، ولی چون سبز تیره هست توی این قرمز خودشو کاملا نشون میده. اگه بخوان هویج استفاده کنن بهتر از زعفران دم کرده استفاده بله، کنن بله، چون تعادل رنگش بهتر خواهد. خب از این مواد بردارن و بذارن وسط سینه مرغ به این شکل، به طول و درازا. خب حالا میتونن از همین نایلونی که داشتن کمک بگیرن و شروع کنن به رول کردن این سینه مرغ. منتها وقتی میخوان رول بکنن از این دو طرفی که باز هستش و مواد نیست روش باید رول بشه. بله. به این شکل از دستشون کمک بگیرن و از نایلون و به این شکل کاملا رولش کنن. خب یه مقداری سر و تهش ممکنه مواد بزنه بیرون، بهتر هستش که وقتی دارن مواد رو می‌ریزن قسمت بالا و پایینش رو دقت کنن و کمتر مواد بریزن. حالا از نخ آشپزی کمک بگیرن و به این شکلی که چوبی می‌بینن بهتر هستش که با نخ ببندن. و بعد این سرخ میشه خانوم؟ بله، سرخ میشه و بعد پخته میشه. در حین سرخ شدن پخته هم بله. میشه. قاعدتا باید حرارت کم بشه. دقیقا. خب یک گره به این شکل به نختون بزنیم. پرسیدم برنج باید کاملا پخته باشه خانوم؟ بله، کاملا پخته باشه و جایی برای دوباره پختن نداشته باشه، چون که اون وقت میپاشه و ازش میزنه بیرون. خب یه گره که اینجا زدن، بیان به این قسمت دوباره نخ رو از زیر سینه مرغ رد کنن یک مقدار آزادتر بذارن، باقی نخ رو دستشون جمع بکنن و این باقی نخ رو از اینجا عبور بدن. بعد خوب بکشن تا کاملا این سفت بشه. به این شکل اگه دوست داشتن دوباره میتونن اینجا یه گره بزنن، نه اینکه به این شکل، اگرم نزدن دوباره به این شکل ردش کنن و این کار رو تکرار بکنن تا انتها. در این کار هم دوباره احتیاط کنن که مواد از داخل مرغشون بیرون نزن. اگرم زد جمعش بکنن به این شکل. بسیار عالی. با روغن زیتون سرخ قرار خان بکنید؟ نه، روغن سرخ کردنی یا روغن پخت و پز بهتر ازش استفاده نشه. بله. از روغن سرخ کردنی استفاده بکنن، ولی اگه دوست داشته باشن از روغن کنجد هم میشه. پرسیدن که جنس این نخ چی بود؟ نخش پنبه‌ایه، مخصوص آشپزخونه است. و اینکه گفتن آب لبو رو چطور تهیه کردی؟ چغندر رو پختیم از در واقع سس باقی مانده یه همون چغندر این آب لبو تهیه میشه. ممنونم. نمک دریایی رو گفتن از کجا تهیه کردی؟ نمک دریایی رو همه فروشگاه های مواد غذایی بله معمولا دارن، حتی بعضی از عطاری ها هم دارن. بله. سراغ دارن. خب اضافه نخ رو از انتها یک طور از پایین بیارن و به شکل عمود دوباره بیارن و با باقی این نخی که داشتن ببندن. تو این فاصله تابرم بذارن روی حرارت تا داغ بشه. بله. و بعد روغن رو سرخ کردن، درسته؟ سرخ میکنیم. بعد زمان نداری؟ 30 ثانیه. خب نه میرسیم. خب روغن رو داخل تابه میریزیم. احتیاج به روغن زیاد هم بله نیست. به همین شکل این سینه مرغ رو میذاریم داخلش، کاملا دور و اطرافش رو کاملا سرخ میکنیم. بعد از اینکه سرخ شد در واقع سینه مرغ رو که حالت دلمه داره رو خارج میکنیم، پیاز رو میریزیم داخلش. خب امکان داره یه مقداری در واقع آب میان بافتی این گوش به اون مایتابه رفته باشه و پیازشون از همون ابتدا حالت کاراملی داشته باشه، رنگش برگرده. اصلا مهم نیستش. پیاز رو اضافه کنن، یه تفت خیلی کوچیک که دادن دوباره مرغ رو برگردونن سر جاش. به اندازه نصف لیوان یا نصف پیمانه
آب بریزن داخلش، درش رو ببندن، روی حرارت ملایم بذارن تا کاملا مسته شما درد نکنه. انتهای برنامه میایم خدمتتون، چون دوستان اصرار دارن در مورد میز حتما صحبت کنید که انتهای برنامه ان شاء الله. ممنونم خانم یگانه، سپاسگزارم. یه پیامک بخونم و بعد بریم سراغ بخش بعدی برنامه که در مورد موضوع برنامه گفتن که اشاره کردید که افراد صادق آرامش دارن، ولی من به خاطر صداقتی که تو رفتار و زندگیم با همه داشتم، آرامش از زندگی من رفته و باعث ناراحتی و دلخوری شده و گفتن که خیلی هم محتاج دعای خیر شما مردم هستن. بله، شاید در نگاه اول افرادی که صادق هستن بعضی اوقات خیلی اوضاع بر وفق مرادشون نباشه، اما در دراز مدت هم در پیشگاه خدا شما سرفراز هستید و هم انشاءالله نتیجه صداقتتون رو در معاشراتتون و در روابط اجتماعیتون خواهید دید. افراد صادق خیلی خدمت خانم یگانه که خواهیم بود، قرار هستش که به استانهای مختلف کشورمون هم سر بزنیم. تو این فاصله با ایشون گفتگو که کردیم، این قرار رو گذاشتیم، این قول رو ازشون گرفتیم که انشالله از غذاهای مختلف استانهای عزیز کشورمون هم آموزش هایی رو از جانب خانم یگانه خواهیم داشت. خانم خدا قوت، دست شما درد نکنه. متشکرم. من اجازه دارم در این ظرف رو باز کنم به اتفاق دوستان ببینیم کار به کجا رسید. پیاز داغ شد و یه مقدارم گفتید آب ریختین و قراره که این پخته بشه. چقدر طول میکشه؟ اگه حرارت ملایم باشه بین نیم ساعت تا 45 دقیقه زمان میخواد بعد از اینکه آب اضافه میشه. منتها به یک بارم بذارین بحث کنم درش رو. دوستان عزیز ببینین، کاملا من سرخ نکردم این رولت مرغ رو، به دلیل اینکه به هر حال خب اینجا استادیوم هستش، یه مقدار سر و صدا میشه این کارو، ولی شما تو منزل کامل انجام بدین. کاملا اطراف مرغ رو سرخ کنین، اون رنگ خرمایی طلایی رو بهتون بده، بعد اون وقت بیاین پیازها رو اطرافش بریزین کاراملی بشه، آب رو اضافه کنین و بذارین بپزه. مجددا درش رو میبندیم تا این مرغ به کار خودش ادامه بده. خیلی هم عالی. خب